برام خدا و سلام بر شما بیننده عزیز، شمایی که امشب ما را از طریق برنامه 45 دقیقه با دانشگاهیان از نورین بیننده هستید، صمیم نیمیستم و در برنامه امشب ما مشخص روی سرمایه گذاری بالای جوان ها در 13 یا 14 سال حکومت آقای کرزی و حکومت وحدت ملی بحث میکنیم. مهمانان من در بحث امشب آقای بلال افغان، معاون سازمان اجتماعی و فرهنگی شامت، همچنان محمد علی جعفری، رئیس ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان را با خود داریم. میمونان عزیز خوش آمدید. آقای افغان، تا حالا حکومت وحدت ملی و حکومت پیشتر از حکومت وحدت ملی که آقای کرزی بود، چقدر سرمایه گذاری واقعا بالای جوانا صورت گرفته؟ و اگر شده، شما که به عنوان کسی که امروز داره سازمان اجتماعی هم کار میکنین، تا چی اندازه چشم دیدتان بوده که واقعا حکومت کار کرده؟ سلام و عرض ادب خدمت شما نیمی عزیز، دوست ما جعفری صاحب، بنده های عزیز تلویزیون نورین، و جا دارد که تسلیت عرض کنم برای خانواده های شهدای حادثات اخیر در کابل و افغانستان. قسم گفته نیمی عزیز، حکومتی که قبل از حکومت وحدت ملی بود و فعلا وحدت ملی، اگر واقعا سرمایه گذاری بالای جوانان در افغانستان می کردن، امروز ما شاید از این نمی بودیم که جوانان ما در زیر پلها، در دریاها رو به مواد مخدر آوردن، جوانان ما فرار از کشور کردن، تعداد و اکثریت بیشتر از جوانان ما امروز در ولایات مصروف بر ضد از امی حکومت و امی دولت در گروه های مخالف می جنگن و بیشتر از جوانان ما از تحصیل باز ماندن، در حالی که ما در کشور زندگی می کنیم، در جامعه زندگی می کنیم که بخش اعظم میشه جوانان تشکیل میده. اگر ما بیایم دقیق‌تر فکر کنیم بالای این موضوع، جوانان بزرگترین منابع بشری هستند. اگر واقعا حکومت ما با بالای جوانان سرمایه گذاری کنند و از این منابع بشری که در دست دارن استفاده کنند، آن زمان ما میتونیم که یک جامعه مترقی، جامعه رفاه و جامعه پیشرفته داشته باشیم. در حالی که ما شاید هستیم که در این چند حکومتی که از حکومت آقای کرزی تا با حکومت وحدت ملی که در جریان است که ما میبینیم، سرمایه گذاری آن طور که باید بالای جوانان میشد نشد. اصلا اگر ببینیم سرمایه گذاری وجود نداره، به خاطر که جوانان وقتی که در جامعه مبراین و بر جامعه خدمت میکنن، معلوم دارست که باید از تحصیل و تعلیم بالای برخوردار باشن. پس حکومت به خاطر از اینکه جوانان ما تحصیل کرده به بار بیان، تعلیم یافته به بار بیان، چی کردن؟ یکی از دلایلش هم که جوانان روز میرن به زیر پل سوخته و همچنان با گروه مخالف دولت میرن، همین بوده که حکومت توجه نکرده. اگر توجه میکرد، پس چرا میرفتن اونا؟ اکثر جوانان ما در چند سال اخیر شما شاهد هستین که در آبهای سیاه غرق شدن، وطن رها کردن و رو به فرار رفتن. چرا رفتن؟ به خاطر رفتن چون زمینه اینجا برایشان مساعد نبود، زمینه کار مساعد نبود، زمینه تحصیل برایشان فراهم نبود. روز به روز اونا از این بیکفایتی دولت رنج می بردن و بالاخره دست به فرار زدن. و اگر جوانایی را که ما میبینیم که رو به مواد مخدر آوردن و برای جامعه ما یک مشکل به بار آمدن، همو جوانانی که باید در راه مثبت از ایشان استفاده میشد، درست سرمایه گذاری میشد، اونا یک مشکل خودشان برای جامعه ما شده. به خاطر شدن که حکومت ما و همی افرادی که در حکومت هستند توجه خاص و توجه بیشتر بالا اینا نکردن، همیشه اینا را ابزار قرار داشتن و به نحو استفاده کردن تا به اهداف شخصی خودشان که بودن رسیدن. آن طوره که باید سرمایه گذاری میکردن که به خاطر عزمی جامعه، به خاطر عزمی مردم، درد عزمی مردم را دوام میکردن، به خاطر عزمی جامعه موثر واقع میشدن، آن طور سرمایه گذاری نشد. در حالی که ما بیشترین نفوس از جوانان در این جامعه خود داریم. حالا جوانان ما نسبتا آگاهتر از سالهای قبل یا از حکومتهای پیشین شده. طور گفته میتونیم که یک تعداد از جوانایی که در بخصوص در کابل دانشجو هستند، محصل هستند، امروز اینا فهمیدن، امروز اینا آگاه شدن، دیگر نمیخوان که ابزار این سیاسون بالاخره این کسایی که در رأس حکومت هستند قرار بگیرن. سپاس آقای افغان، ما شما برمیگردیم.
آقای جعفری، شما صحبت های آقای افغان شده که و اینا آمدن گفتن که اگر واقعا در این چند سال سرمایه گذاری بالای جوان ها بشد، خب های جوانی را امروز در زیر پل سوخته و یا در آبای ترکیه و یونان و همچنان سایر مشکلات ندیدیم و امروز ما میبینیم که بیشتر جوان ها رنج میبرند از بیکاری و از همین نبود امنیت، پول، همه چیز. شما که اطلاف ساختید، آیا هدفش هم یکی از بیانگزی های حکومت وحدت ملی بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت همکاران تلویزیون شما و همچنان بینندگان عزیز. خدمت شما عرض شود که ما صحبت های دوست خدا در قسمت تایید میکنیم. حکومت که بعد از سقوط گروه طالبان، حکومت انتقالی آقای کرزی صورت گرفت، اگر واقعا این همه میلیون ها پولی که جامعه جهانی کمک کردن در افغانستان، اگر نصفی از این و یا یک بخشی از این پول روی جوانای افغانستان سرمایه گذاری میشد، امروز از ما نه جوانی معتادی داشتیم، نه جوانی داشتیم که در صف مخالفین حکومت بپیوندند، و نه جوانی داشتیم که در آبها غرق میشدند، و همچنان نه جوانی داشتیم که ابزار دست برای کشورهای همسایه قرار میگرفتند که در جنگ سوریه، در جنگ عراق و یمن و کجا و بالاخره بعضی کشورهای دیگر. طبعا ائتلاف را که ما ساختیم، برخواسته ما مشکلات های جوانان را که بررسی کردیم، واقعیت دیدیم که همه ساله در دوران انتخابات سیاسیون ما، بزرگوارای ما از جوانان ابزاری استفاده میکنند، میخوان که آرای جوانان را بگیرن و بعد از این در دوران انتخابات همچنان یک سری چراغ های سبز برای جوانان ما نشان میدن. و بعد از این که انتخابات گذشت، میبینیم که همین جوانهای ما که رای دادن، کار کردن برای بزرگوارا، بالاخره اینا را حتی وقت ملاقات برشان نمیده که اینا برم و مشکلاتی را که دارن، چی در پانتون دارن، چی مثلا مشکلات هایی را که در از نگاه امنیتی دارن، در هر بخشی که دارن، حتی بدانن که همین بزرگوارا مشکلاتی همین جوانها را حل کنن. به این اساس ما خواستیم که همین ائتلاف را که تشکیل دادیم، خب طبعا اکثریت جوانان را ما با خود داریم، جوانای تحصیل کرده هستن، جوانای روشن فکر هستن. خواستیم که در جامعه، در بین مردم افغانستان یک انگیزه ایجاد کنیم و مبارزه کنیم تا اینی که این جوانای عزیز ما دیگه ابزار دست برای همچون سیاسیون قرار نگیرد که از اینا ابزاری استفاده میکنند. سر صدام مذهبی در این مورد است که وقتی جوانا میان ائتلاف تشکیل میدن و یک صادقانه میان ائتلاف تشکیل میدن تا به حکومت انتقاد بکنن و یا کار فرهنگی و اجتماعی دیگه برای جوانانه که از تحصیل باز ماندن، ولی چرا در انتخابات ها همیشه اینا استفاده میشن؟ امروز ما میبینیم در وزارت عدلیه بیشتر اینمی ائتلاف ها و سازمان ها ایجاد میشه، ولی بازم میرم به نفع یک کسی اینا کمپاین میکنن، بازم اون اشتباهی گذاشتن شده تکرار میکنن. شما ببینید بزرگترین مشکلاتی که واقعا دامنگیر جوانان و نهادهای اجتماعی هستن، ضعف اقتصادی هستن. اینا اگر واقعا یک از اقتصادی کافی برخوردار باشه، هیچگاهی رفته دست بالاخره به دامن سیاسیون و اشخاص هایی که در دوران انتخابات میخوان که رای ببرن و به قدرت برسن، دست دراز نمیکنن و میتونن که این جوان ها خودشان یک جوان شایسته خود را، یک جوان که واقعا توانمندی داشته باشه، یک دیدی وسیع برای مردم افغانستان داشته باشه، به دور از تعصبات نژادی، قومی، سمتی، مذهبی و غیره. اگر اقتصاد باشه، جوانای ما داشته باشه، خودشان میخوان که همچون یک جوان را مطرح بسازن و حمایتش کنن تا اینکه که او جوان بتونه که به قدرت برسه و مشکلات جوانای دیگر را حل نمونه. سپاس آقای جعفری. آقای افغان، شما چند پیش شاید ازی باشین که آمدن یک مجموعه جوانان از معینیت جوانان انتقاد کردن و از کارکردهای رئیس معینیت جوانان. چرا واقعا چیزی به نام معینیت جوانان وقتی که ایجاد میشه کار را یا مشکلی را حل نمیکنه؟ و شما موضوعگیری تا در این مورد چی بودن؟ بسیار خوب نعیمی عزیز، اول خوب باید بریم بگیم که امون گپ پیشترم که قسمت اعظم از جامعه ما شما را جوان ها تشکیل بید، باز بخاطر اگزی که با مشکلات از این جوان ها رسیدگی شود، یک معینیت کفایت نمی کنه. یک معینیت خرد نمیتونه که مشکلات این همه جوان هایی که در سطح افغانستان هستن
اینا را مرفوع بسازن یا رفع کنن. موضوعی که جوانان خیستن و بر علیه مهنیت جوانان که گفتن اینا کار نمیتونن یا نمیکنن هرچی که بوده، دلیل عمدهش اینمی بوده که ما روز به روز شاهد هستیم در جامعه خود که جوانان رو به راه های منفی روان هستن و مهنیت هم توجه خاص بالا این جوانان نداره تا باشد کار مثبت به خاطر جوانان انجام بدن. بالاخره می یک تعداد جوانان آگاه ما که بودن، جوانایی که واقعا از بد نظمی جامعه خسته بودن و این موضوع رو درک میکردن. تنها یک مهنیت کافی نیست، ولی همین حکومت وحدت ملی به خصوص آقای غنی آمدن و معاونشان آمدن گفتن که ما میایم وزارت را ایجاد میکنیم، ولی امروز چنین چیزی نیست. نه تنها وزارت ایجاد نشد، بلکه همین مهنیت هم هیچ کار نمیکنن. نعیمی عزیز، موضوعات را که حکومت وحدت ملی گفت امسال مثل ازی وزارت که وعده کردن که وزارت میسازیم، مثل ازی بسیار مثال های دیگر هم ما داریم که وعده کردن و بر وعده خود عمل نکردن و وفا نکردن، آن چیز نیست. و معینیت که هست که همین معینیت هم فعالیت نمیکنه، خوب مشکلات در داخل حکومت هم هست و مشکلات بگونه هست که اونا توجه نمیکنن بالای می جوان ها. ما در می جامعه خود واضح تر بگویم نعیمی عزیز، قبل از حکومت وحدت ملی یک تعداد جوانان ما در کار و بار بودن، در وظیفه بودن، مصروف یک شغل بودن، بالاخره اون مصارف اقتصادی خود برآورده می ساختن. اما زمان که حکومت وحدت ملی آمد، روز به روز بیکاری افزایش پیدا کرد. امروز جوانان ما به سطح بدخانیات رو آوردن که در هر گوشه و کنار سرک و جاده ها که ما می بینیم از این مواد مخدر و از این دخانیات استفاده میکنند، که خود یک نوع انرژی منفی است که هم بر جامعه بخش میشه هم در وجود خود از این جوانان ما. امی معینیت را که ما اماره بالاش انتقاد کردیم که اینا باید توجه کنن، تا بال آنچنین کار را که باید انجام بتن، باید به نفع از این جوانان ما تمام شود، انجام نداد. و ای یک چند قبل که جوانان خیستن و قد علم کردن بر مقابل معینیت و انتقاد کردن بالای معینیت، این جوانان بودن که همین درد جامعه را درک کرده بودن، همین مشکلات را که معینیت جوانان برش رسیدگی نمیتونه و من نمیفهم که تواناییش نداره یا واقعا نمیتونه رسیدگی بکنه، خیستن و گفتن که شما باید متوجه باشین. محصول در این چند سال وقتی که ما میم بحث ازی میکنیم که کار نکردن، یکقدر پولای هم گفته که آمد، ما واقعا چقدر جوان ها را تا هنوز روان کردیم بر کشور های نیمروز؟ یکی از بحث هایی است که بیشتر جوان ها میان انتقاد میکنن، میگن که در بیرون از کشور وقتی ما رفتیم برای درس، اونجا تا پول ما نمیرسه که ما از او استفاده بکنیم، که ما مصر را میتونیم مثال بدیم که آمدن انتقاد کردن. فساد در هر گوشه دولت وجود دارد. قسمی که این پیسه محصولی نخوردن، امسال از این بسیار پیسه های دیگر هم خوردن. با او کمک که جامعه جهانی برای افغانستان کرد، اگر واقعا حکومت و معینیت کار میکرد برای جوان ها، ما امروز بیشترین جوان های تحصیل کرده را میداشتیم. با او پول انگفتی که در افغانستان آمد، ما میتونستیم که بهترین پانتونه ها را بهترین دانشگاه ها را در سطح کابل و در افغانستان تاسیس کنیم، تا نیاز به این نباشه که جوانان ما به مصر بره. و او جوانانی که به مصر میره، درست است که یک تعدادش هم اشخاص هستن که از بد نمی جامعه هستن، میخیزن میرن، اما یک تعداد دیگرش که در اونجا هم فساد صورت میگیره در مقابل می جوان ها، اونا کسایی هستن که پسر و دختر افراد هستن که پولدار هستن، زوردار هستن، در امی حکومت هستن، بر از اونا ما چانس هستن، بر از ما میره. ما تا امروز شاید از این نیستیم که یک بچه غریب و بیچاره که در امی جامعه هست بر از او کدام بورس آمده باشه یا بر از او زمینه فراهم شده باشه که بره. ما مثال های زیره داریم که اماره در امی تحصیلات ما بورس ها میایه و این بورس ها به نوه با قاچاق میره و این نو معامله میشه در بدل پول انگفتی خرید فروش میشه، که نو تجارت گرفتن در مقابلی بورس ها. که معینیت چندین بار همیشه میره گفتن که ما کار کردیم و زمینه تحصیل فراهم میکنیم بورس ها، یا در حالی که چونین ما تابال شاهدش نبودیم. اما اگر بورس هم آمده بود در مقابل یک پول انگفت خرید فروش شده، یا همو بچه زورمند و بچه پولدار که بوده همو رفته با بورس، بچه بیچاره و غریبی که در جامعه است که همو تو مانده،
او نه پیشرفت کرده و نه کس بداد از او رسیده. خب مسئول این کیست آقای اربان؟ خب مسئول از این گفته میتونیم امی دولت و امی حکومت، امی حکومتی که در فساد غرق است، که امی کسایی که در رأس حکومت است و توجهی ندارن بالای جوانا، مسئول از این امی هستن. قبلا ما اشاره کردم کمواره یعنی جوانا را گرفتن ابزار قرار دادن تا با معداف شخصیشان که بودک و مو رسیدن. حالا که در اهداف خود رسیدن، با مقام و مقصد با مچوکی خود که رسیدن، دیگر توجه بالای این جوانان که در پشت از اینا بود ندارن، این توجهی ندارن بالای اینا که بالاخره آینده از اینا چی میشه. و واقعا امو وجدانن و ایمانن، امو وطن دوستی، امو با وطن در وجود از اونا نیست. اگر واقعا امو وطن دوستی با وطن در وجود از مو کسایی که در رأس از این حکومت قرار دارن می بودن، باید به درد این جوانانه که ما همواره شاهدش هستیم که فرار کردن، پودری شدن، یا در عملات انتحاری که شاهدش هستیم که شب قبل در هتل رفتن قطر، با جنگ سوریه و اینا که جعفری صاحب یاد کرد. با شما برمیگردیم آقای جعفری. شما شنیدید که آقای افغان آمدن گفتن که فساد در وزارت تحصیلات عالی وجود داره، هیچ گونه بورس برای اولاد خریب و یا برای کسی که امروز در جامعه پول نداره و یا مشکلات داره بر از او نمیرسد. واقعا وزارت تحصیلات عالی و معارف در قبال گسترش و رشد جوانان چقدر کار کردن و چقدر اینا دستاور داشتن؟ در این قسمت ما باز هم از صحبتهای دوستی عزیز خود را تایید میکنیم. بورس های تحصیلی که همه ساله چی از کشورهای آسیایی و چی از کشورهای اروپایی قرار میگیره برای که جوانای افغانستان با او کشورها فرستاده شود تا مدرجه تحصیلی خود را طی مراحل نمایه، بتانه که حداقل یک سرمایه بزرگ علمی برای کشور ما به حساب بیاید. بنابراین واقعا بزرگترین مشکلات و باز هم یادآور میشم چالشی که سری رای جوانان ما در وزارت تحصیلات عالی وجود داره و همچنان در وزارت معارف وجود داره، اوی است که بورس های تحصیلی که میاین از کشورها، اکثریتی از این بورس ها پول نقدی معامله میشن و اکثریت دیگه از این بورس ها امو وزیری که است، وکیلی هست، اگر در حکومت، در بدل حکومت، در هر پست و مقامی که هستن، اینا میخواهند که امو بچه های خود و بالاخره امو خویشاوندا و دوستای خود را دمی بورس ها بفرستند خارج از کشور. در طول سالها ما دیدیم که اولاد غریب و کسایی که واقعا پول نداشتن، توانمندی نداشتن، آمدن زحمت کشیدن. شما برین یک بار دیدار داشته باشین از محصلینی که در لیلیه ها شب و روز به سر میبرن، میان آمادگی کنکور میخوانن، اینا به اتاق سرد در همی هوای سرد زمستان، اتاق های نمناک، بالاخره اینا یک نان را سه وقت میخورن، به اون وضعیت اقتصادی به سر میبرن و اینا میان توسط امو بازو و توانمندی شخصی خودش میان راه پیدا میکنن در دانشگاه های دولتی، بالاخره تا اینا بخوان درس بخونن. شما اومدین گفتین چون امروز بیشتر قسم که آقای افغان هم اشاره کردن که امروز بیشتر تا بیان یک پنتون و چند پنتون را جور بکنن تا که جذب خیلی زیاد شد، میان جایدادها را بیشتر برای هتل ها میدن. این واقعا فاجعه بار نیست؟ طبعا این یک موضوعی است که واقعا فاجعه از این در طول چندین سال بعدی، حداقل 5 سال بعد، 10 سال بعد از فاجعه از این دیگه در جای خواهد رسید که واقعا مردم افغانستان نه در یک ولایت بلکه در 34 ولایت متضرر خواهد شد. طبعا یک نوع سیاستی است که حکومت داره بازی میکنه، میخواهد که مردم افغانستان دستش دامنگیر بالاخره هم گروگان نان خودش باشه و نتانه که صدای خود را در برابر اینا بلند کنه و مسائل سالونایی را که میسازد دقیقا میخواد که امو خرج و مصاریف بالا بره، نتوانه که یک بچه غریب به داخره با مخواست و هدف هایی که داره برسه و میخواد که دامن امو درستش دامن گیر خودش باشه و اجازه از این را نده که یک جوان بالاخره ده حاضر شد و از این بزرگا انتقاد کنه. این یک نوع سیاستی است که امی سران حکومت داره پیش گرفته است. سپاس آقای جعفری. بیننده عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم از آقای افغان سوال میپرسیم.